سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکته و آوتمته و فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. محمد. خب تسلیت عرض میکنیم در گذشت عالم ربانی حضرت آیت الله انصاری شیرازی رو خدمت دوستان که از بنیانگذاران جامعه مدرسین و از اولین کسانی بودند که تایید مرجعیت امام رحمت الله علیه رو جز به اون 12 نفری بودند که ابتداعاً بعد از وفات آیت الله العظما بروجردی مرجعیت امام رو تثبیت کردند و از انقلابیون بزرگی بودند که قبل از انقلاب در مواقع مختلف در صحنه‌های حساس سخنرانی‌های ایشون و صحبت‌های ایشون در اونجاهایی که خطرناک بود و بیم جان بود برای سخنرانان، از آیت الله انصاری شیرازی در قبل از انقلاب جزو اون پیش قراولان بودند. سالیانی بود که کسالت داشتن و به خصوص این 2-3 سال اخیر خیلی کسالتشون شدید بود و بیشتر خوابیده بودند و از علمای با ادب و با تقوایی بودند که اهل عمل به علم به طور کامل بودند و هیچ ادعا و دغدغه‌ای هم نداشتند. انشاءالله خدای تعالی روح ملکوتی ایشون رو با ارواح انبیا و اولیا و ائمه اطهار علیهم السلام محشور بگرداند و ما رو هم از علمای عامل خودش قرار بدهد تا روزی که به محضر ربوبی بار پیدا میکنیم شرمنده و خجل نباشیم. انشاءالله برای اینکه شفاعت ایشون رو هم برای خودمون قرار بدیم و از طرف دیگری ایشون اگر مقامش که عالیست متعالی تر بشود، یک صلوات همراه با یک حمد انشاءالله قرائت بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جل و علا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در تتمه بحث محبت بودیم، هرچند این بحث محبت دامنه و عرض عریضی دارد و خیلی فروعات و اصولی دارد که قابل بیان است و جای کار بسیاری دارد و انصافاً بحث تأثیرگذاری است و اگر جمع شه این مباحث کنار همدیگه، قواعد و اصول و فروعات و نتایج این بر او متفرع بشود و همه یک جا جمع بشه، از اون مباحثی است که می تواند کارگشایی در نظام اعتقادی، اخلاقی، تربیتی و رفتاری داشته باشد. یعنی یه بحثی زو جهات و هم تو جهت معرفتی که معرفت با محبت اصلا از یه سنخ است، لذا محبت تابع معرفته. در نظام اخلاقی که وسلک بی مسلک اهل الجذب، که جذب و حرکت با محبت آسان می شود، حالا باز این رو عرض خواهیم کرد، و هم در نظام رفتاری که انسان وقتی با محبت قدم به وادی عمل می‌گذارد، موانع کوچک شده و سرعت حرکت زیاد می‌شود. یعنی این بحث محبت تو تمام تو نظام تربیتی هم همین گونه است. لذا بحث نظام تربیتی بر اساس محبت که همون مکتب اخلاقی که مرحوم علامه در جلسات قبلی که مطرح شد، مکاتب اخلاقی که ایشون فرمود، مکتب سوم که مکتب نبی ختمی است، بر پایه محبت اصلا عنوان و بنیان شده. لذا بحث محبت و حدود و ثغورش رو و آسیبهاش رو و قواعدش رو پیدا کردن و تقریر کردن و به کار گرفتن میتواند یکی از اون موانع شعاری
خیلی عمیق دقیق، در اینی که شعارات هم سر جای خودش باشد، میتواند خیلی مؤثر باشد. نکته کلیدی هم این بود که محبت ذات در انسان از حب ذات که آغاز میشه حرکت و مفطور است انسان، نه فقط انسان، همه موجودات مفطور بر حب ذاتند و این حب ذات یرحمکم الله و این حب ذات میکشاند انسان رو تا جایی که وقتی ذات خودش رو دوست دارد و هر چیزی را در راستای ذات خودش علاقه پیدا میکند، اگر قرار گرفت در راستای ذات او و در نهایت در اوج معرفت میرسد به این که ذات او عین فقر است و چون ذاتش عین فقر است، اون حقیقتی که ذاتش قائم به اوست و قبل از اینکه خودش باشد اوست، اون حقیقت محبوب تر می شود نزد او. این یک راه حرکت محبتی بود که به اوج می رسید. راه دیگر این بودش که انسان وقتی که احسان محسنی را دوست دارد، اگر صفت حسن را، اون احسان محسن رفتار بود چون به او می رسید، اگر صفت احسان و امثال این صفات کمالی را دوست دارد چون این صفت ممدوح است و او دوست دارد، اگر جمیل رو و جمال رو دوست دارد چون یه صفت مد و صفت حسن است، و اگر کمالات رو به نحو نامتناهی دوست دارد، موجودی که این کمال در او، کمالی از کمالات در او باشد، محبوب انسان است. اگر این موجود کمالاتش متعدد شود، محبوب تر نزد انسان است. اگر موجودی تمام کمالات در او باشد، تمام محبت نسبت به اوست، و اگر موجودی تمام کمالات به نحو نامتناهی در او باشد، تمام محبت به در حقیقت طرف نامتناهی به سمت او میل به با به سمت نامتناهی میل پیدا کردن این محبت در وجود او تحقق پیدا میکند. اینم طریق دوم است. طریق سوم که جمع بین این دوتا میشه، غیر از اون که حب ذات انسان رو میکشاند به سمت این که اون حقیقت مییابد عین فقر است، در احسان محسن و در کمال و در جمال و در خلاص تمام اونها هم مییابد که همه اونها از اوست، یعنی چه در صفات درونی خودش و حب ذات خودش، چه در صفات بیرونی و کمالات بیرونی، سلام علیکم ورحمت الله، مییابد که همه عین فقر به اوست. لذا در بیرون هم که حرکت میکند، این عین فقر رو مییابد. پس میبیند که محبت به این حقیقتش محبت به اون حقیقتی است که این قائم به اوست. این در حقیقت سه بیان در اینجا هم میتواند سه برهان باشد، هم میتواند سه بیان باشد، مانعی هم نداره به عنوان سه بیان بگیرید، اما در جای خودش میتواند برهان باشد و عنوان برهان پیدا کند. تا اینجا بحث رو با فروعاتش مختلف بیان کردیم، تا رسیده بودیم به تتمه ثانیان، یا ثانیان تمام شد؟ بله؟ سر ثانیان شد، تمام شد. بله بله، این ثانیاً بحث در این بودش که محبت ذو مراتب است از شدت و ضعف، تا اینکه اون محبوب و این رابطه و نیاز محبت در چه حدی باشد. اگر نیاز ضروری محب باشد، محبت خب خیلی شدیدتر است تا نیاز غیر ضروری. اگر محبوب خیلی عظیم باشد، باز رابطه محبتی شدیدتر است از اون وقتی که محبوب ضعیفتر است. هر کدام از این عوامل در کار باشد، ایجاد شدت محبت میکند. ان الحب، چون این بحثش گذشته دیگه، اگر علت تامه باشد با اینکه علت ناقصه باشد متفاوت است. انسان نسبت به علت ناقصه یه نوع محبت دارد، درسته نسبت به علت تامه محبت خیلی اتم است که میگه این تامن به اون مرتبط است. ان الحب ذو مراتب مختلفه من الشدت و الضعف فانه رابطه وجودیه، پس چون رابطه وجودی است شدت و ضعف دارد، وجودم مشکک است و من المعلوم ان التعلق الوجودی بین العلت التامه و معلولها، تعلق بین علت تامه و معلولش، لیس کالتعلق الکائن بین العلل الناقصه و معلولاتها، تعلق بین علت تامه و بین علت ناقص، بین علت تامه و معلول تعلق ضروری است. الشیء ما لم یجب لم یوجد،
وقتی اشی ما لم یجب لم یوجد، یعنی محبت بین علت و معلول در اوج در حقیقت رابطه است، انقطاع پذیر نیست، جدا شدنی نیست. حالا همین رو شما در نظر بگیرید که اگر ما با بیان علیت گفتگو میکنیم، خدای تبارک و تعالی علت عالم هست یا نیست؟ انسان کامل سبب متصل بین عرض و سما هست یا نیست؟ با بیان علی آیا امکان دارد که محبت انسان کامل و خدای تبارک و تعالی نسبت به معالی و مخلوقات گسسته شه؟ چون علت تام است، علت معلولش رو دوست دارد، لذا رحمت عامه الهی، رحمت عامه الهی که اعطاء وجود میکند به عالم از باب محبت است. هرچند رحمت خاصه الهی که رحیمیت است و مخصوص به مؤمنین است، محبت خاصه است، وجودا محبت خاصه است، اما رحمت عامه الهیه که اون رابطه و جذبه محبتی نسبت به، وقت همین رو در نظر بگیرید در معاد، وقتی که موجودات میگه انا لله و انا الیه راجعون یا الالله المسیر، رجوع همه به سوی اوست، این رجوع، رجوع همون جذبه محبتی است که داره برمیگرده به سوی او. اگر در نفخ صور ثانی همه عالم به سمت او در حقیقت قیام میکنن و بیدار میشن و به پا میخیزن، اون بعث محبتی است، یعنی ادراک اون محبت و یافت اون حقیقت در وجود اونها، حرکت اونها به سمت چیه؟ به سمت در حقیقت خدای تبارک و تعالی است. لذا علت تامه اشد و محبتن است نسبت به معلولش تا علت ناقصه، و این علت تامه چون از علت تامه بودنش جدایی پذیر نیست، دقت بکنید، چون از علت تامه بودنش نمیشه علت تامه را از علت بودنش جدا کرد، علت ناقصه اگر تمام نشه علیت محقق نمیشه، این جزء العله است، جزء العله آماده است، تتمه نیامد، جزء العله علیت پیدا نمی کند، دقت کردید؟ اما علت تامه از شی ما لم یجب لم یوجد، وقتی علت تامه شد قطعا در حقیقت معلولش هم محقق می شود، و اگر معلول محقق شد قضی الامر، دیگه رابطه علیت محقق شده است و دیگه تفکیک پذیر و انفکاک پذیر نیست. اگر انفکاک پذیر نیست، پس در حقیقت محبت بین علت و معلول هم امکان انفکاک پذیر نیست. اینا رو داشته باشید که اینا به جای خودش اصله، به کار میاد، قاعده است. لذا دیروز عرض کردم که اون ببینید با این نگاه وقتی سراغ روایات باب اخوت، باب در حقیقت مراودات، دوستی، ولایت انسان میره، حالا یه روی کرده دیگری پیدا میکند، یعنی انسانها تو رابطه با انسان کامل و ولی امرشون یه رابطه پیدا میشه، تو ولایتشون نسبت به همدیگه یه رابطه پیدا میشه که ممکنه تو رابطه ولاییشون نسبت به همدیگه علت ناقصه باشن، اما این علت ناقصه به سمت علیت تام حرکت میکنه، هرچند تو رابطهشون با انسان کامل رابطه علیت تام است، چون سبب متصل بین عرض و سما در ناحیه وجود و ولایت و سببیت در افاضه وجود، اما در سببیت کمالیه، البته سببیت کمالیه این طرف قابلیت باید شرط قابلیت رو از دست نداده باشه تا علیت تام شود، یعنی از اون طرف علیت تام است، اما از این طرف در علیت تام است، نه اینکه علت تام محقق شده، از اون طرف بخل در کار نیست، فاعلیت تام است، اما قابلیت هم در کنار فاعلیت باید باشه یا نباشه، علت فاعلی هم باید، علت قابلی هم باید باشه یا نباشه، علت قابلی تمامیت ندارد، لذا علیت محقق نمی شود، نه لضعف فاعل که ولی است، بلکه لضعف چی؟ قابل که توان ندارد، چنانچه نسبت به خدای تعالی هم همین گونه است، یعنی خدای تعالی فاعلیتش تامه اما در نظام عالم، اما قابل در عقص قاصر است، چون قاصر است به اندازه خودش میگیره، به اندازه خودش میگیره. این نگاه در حقیقت تو روابط علی، تو روابط اعدادی خیلی میتونه تو نگاه این رابطه محبتی تو روابط مؤثر باشد، که حالا وقتی که این رابطه محبتی شدید بشه، ببینید اینا خیلی آثار داره، تعبیر خیلی زیبایی است که عشق و محبت وقتی بیدار میشه تو نظام باطنی انسان الهام پذیر میشود، یعنی یه قوایی تو وجود انسان هست که تا اون محبت بیدار نشه اینها اصلا این قوه و ابزار آماده نیست،
برای اخذ. لذا وقتی که محبت در وجود انسان شدت پیدا بکند، الهام پذیر می شود انسان، یعنی رابطه آماده میشه. بعد میبینید الهام پذیری، یعنی اگر تو نظام مادی هم نگاه بکنید، اگر تو نظام عادی هم نگاه بکنید، تو نظام عادی هم دو نفر که به هم علاقه شدید پیدا میکنند، رابطه در حقیقت چی پیدا میکنند؟ که بدون اینکه گاهی گفتگوی رد و بدل بشه، مقصود همدیگر رو مییابند، بدون اینکه گاهی با وجود فاصله رابطه شون با همدیگه چی میشه؟ مییابند ارتباط با هم. این مال اون الهام پذیری است که عشق ایجاد میکنند. یعنی عشق قوه الهام پذیری داره. اگر بیابید که بدانید که نگاه بکنید که گاهی کسی که تو همین نگاه عادی عاشق میشه، بعد میبینید که اهل شعر میشه. این که قبلا اصلا یه خط نثر نمیتونست بنویسه، الان میبینی ابتداعا به شعر علاقمند میشه، بعدم میبینی گاهی نظمی بر زبان. این الهام بخشیست، هر چند مراتب دارد. این الهام بخشیست، یعنی بیدار شدن یه توانایی هایی که قبل از این نبود. لذا هر چقدر این رابطه محبتی شدیدتر بشه تو نظام اون صحیح خودش، این قوای الهام بخش، الهامی که قوایی که انسان رو الهامات رو میتونه بگیره، قوی تر میشه. بیدار شدن حس الهام پذیری انسانه که تو این رابطه انسان بعد کم کم میبینه رابطهش با اون محبوبش هر چی که میخواد باشه، رابطه‌ای برقرار میشه، قدرت الهام پذیری پیدا میکند. حالا این الهام پذیری ممکنه در حد محبوب آغاز بشه، اگر این عشق ادامه پیدا بکند از اون هم ممکنه گذر پیدا بکند. لذا میبینید که اگر انبیا در اوج رابطه الهام هستن، اولیا در اوج رابطه الهام هستن، مال این است که قوه محبت در وجودشون در اوجه. این قوه محبت این خیلی بحث دقیقی ها، خیلی بحث دقیقی است. قوه محبت در وجود انسان الهام پذیری رو به دنبال خودش داره. سلام علیکم ورحمت الله. که این الهام پذیری بیدار شدن قوه است، قوایی است، نه قوه، قوایی است که تا به حال خفته بوده و اصلا انسان احتمال نمیداد که یه همچین قوه داشته باشد یا قوایی داشته باشد. ولی کم کم با این علاقه و محبت این قوا بیدار میشه و به مقدار محبت و دوام محبت به فعلیت میرسه. این به فعلیت رسیدنش هم دائم اشتدادیه، یعنی از ابتدا مثل قوه باصره میماند که به کار که تازه داره گرفته میشه، ابتدایش با تصاویر ابتدایی و بعد هرچی قوی تر میشه ترکیب تصاویر، تصاویر پیچیده تر و دقت در تصاویر ایجاد میشه. در الهام پذیری هم ابتداعاً الهام پذیری ساده است، الهامات ابتداییه که انسان گاهی ممکنه حتی الهام نبینه، این رو ممکنه حتی گاهی وهم ببینه، ممکنه حتی گاهی خیال پردازی ببینه، اما کم کم اگر درست به این اعتنا کرد و تونست پردازش بکنه، از اوهام اینو جدا بکنه، این قوه الهام پذیری چی میشه؟ تکمیل میشه و کاملتر میشه تا به این که مثل روز شفاف میشه. اگر از ابتدا سایه روشنه و به صورت سایه روشن خودشو می نمایاند، گاهی با غیر هم در او در حقیقت دخیله و اثر میگذاره، کم کم به سمت صفا و اون نورانیت و به سمت اون محض بودن و اون حالت در حقیقت غیر مشروب بودن پیش میره، به طوری که وقتی که میبیند، وقتی مییابد، مثل روز براش روشنه حقیقت او، در حقیقت اون معنای دقیق او، اون چیزی که مقصود از اونه. لذا گاهی ممکنه تو خواب ابتداعا ایجاد بشه، کم کم به بیداری کشیده میشه، کم کم به بیداری کشیده میشه. گاهی ابتداعا گاه گاه بدون اختیاره، بدون اینکه اختیار داشته باشه پیش میاد، کم کم اختیاری میشه، هرگاه که بخواهد محقق میشود. اینا همه مراتب کمالیشه، این الهام پذیری، که این الهام پذیری از وادی محبت آغاز میشه. تا این وادی محبت نباشه، انسان کأنه نسبت به این قوه خفته است. نسبت به این قوه چیه؟ بیدار نیست، امکان پذیر نیست براش. بله، اون الهام پذیری البته با وحی در حقیقت نسبت داره، حتی خواب دیدن با وحی، چون در روایت هم دارد که در حقیقت احلام جزء من اجزاء نبوت هستن، یعنی این خواب دیدن ها خودش چی هستش؟ یک نحوه الهامی است خواب دیدن که از اجزاء نبوته. البته نبوت موهوبی و
در حقیقت کسبی نیست، اما الهام پذیری مقدماتش کسبیه، وحی مقدماتش هم کسبی نیست، اما الهام مقدماتش کسبیه، هرچند خود الهام خودش کسبی نیست اما مقدماتش کسبی است. نه ببینید، ما یه انباء داریم، یه انباء، انباء خبر دادن، این انباء گاهی در حقیقت انباء تشریعیه میشه وحی، انبایی که تشریع توشه میشه وحی، گاهی این انباء تشریعی نیست، گاهی تکوینیه، گاهی غیر تشریعیه، مثل خوابها، مثل اینها هم گاهی اخبار از غیبه، وحی اخبار از غیبه، در این مشترکند که وحی و الهام هر دو اخبار از غیب است، اما وحی توش تشریع است، یعنی باید و نبایدی که قطعی است از جانب خدای تعالی، اما در انباهای دیگه اگر حد اکثری اثر گذار باشد و حجیتی داشته باشد برای اون در حقیقت کسی که الهام براش محقق شده، اما وحی نه، وحی در حقیقت چی هستش؟ سرایت دارد، اون ایجاد دین الهی را میکند، اما الهام دین الهی نیست. حالا این بحثی داره، خیلی بریم دنبال او، دوباره از موضوع اصل این مسئله است که الهام پذیری از آثار محبت است. غیر از این که در نظام معرفتی الهام پذیری رو ایجاد میکند محبت، الهام پذیری در نظام معرفتی ایجاد میشه، در نظام حرکت توانایی و اراد، قوت اراده دنبال محبته. یعنی تو نظام عقل عملی بحث در حقیقت قوت اراده پیش میاد که محب با اراده قوی تر عمل رو انجام میده و موانع در مقابل محب کوچک میشود، چون در محب قوت اراده ایجاد میشه، قوت اراده مانع رو چیکار میکنه؟ کوچک می نمایاند. کوچکی و بزرگی مانع به قوت و ضعف اراده بستگی دارد، نه مانع کوچک و بزرگ میشه در خارج. مانع کوچک و بزرگ میشه در کجا؟ در وجود انسان محب. یعنی انسان قبل از محبت وقتی میرسید به اینجا یقینا متوقف میشد و میدید عبور از این مانع براش امکان پذیر نیست، اما انسان محب در حقیقت چیه؟ موانع در وجودش کوچک میشه، چون محبت به انسان توانایی و اراده انسان رو مضاعف میکند، میبینه توانایی دارد از این عبور کند، میبینه میتواند از این عبور بکند با این نگاه محبتی. پس محبت به انسان توانایی میده، اراده انسان رو عظیمتر میکند و مانعها رو کوچکتر میکند، منتها در درون انسان نه در بیرون. در بیرون تغییر ایجاد نشده، هر که نگاه میکنه میگه این همون انسان دیروزی بود که قبلا این براش امکان پذیر نبود، ولی الان چی شده؟ به راحتی حتی عبور میکنه از این و اصلا تصورم نمیکنه که این نشدنی باشد. این قوت میده. بله البته محبت از آثار خیال و وهم نیست، محبت از سنخ معانیه. معانی اگر جزئی بود منشأش وهمه، منتها نه وهم به معنای موهوم و خیال پردازی و دروغ، بلکه موهوم به معنای قوه واهمه. محبت جزئیه و معنی جزئی رو واهمه مییابد، اما محبت به معنای اون حقیقت معنا نه به صورت جزئیه کار عقله. لذا محبت از معانی است برخلاف صورتها. صورتها از جانب خیاله، محبت صورت نیست. البته محبت جزئیه صورت هم دارد. مثلا محبت مادر به فرزند این صورت دارد، مثلا ممکنه صورت داشته باشد جزئیش، مثل اینکه وقتی فرزند در بغل مادره، کودک در بغل مادره، این صورت محبت مادر به فرزند درسته، اما اصل محبت صورت ندارد. اما اصل محبت مادر به فرزندم صورت ندارد، اما این محبت خاص در اینم یه صورتشه، یه وجهی از اون است. این گونه نیست که محبت صورت داشته باشه و از خیال باشه، اون چه که از خیال است صورت دارد. خیال منشأ اون چیزی است که صورت دارد. دقت میکنید، تصرف خیال در جانبی است که صورت در کار باشد، هر جا که صورتی در کار نباشد معنا باشد از تصرف خیال خارجه و فوق خیاله. هر چند خیال میتواند به وزان او صورتی را ایجاد کند، مثل وقتی که انسان خوابی میبیند، اون دیدن خواب یه معنا رو دیده، یه حقیقت معنا رو دیده. در خواب انسان متصل میشه به عقل فعال و یه معنایی براش منقدح میشه، همون بحث علم که در
حکمت متعالی میاد، متصل میشه به عقل فعال، حقیقتی در وجود او، حالا به ساده بخوایم بگیم که ساده، در حقیقت انعکاس میابد، هرچند انعکاس ضعیفه و قوی تر، انعکاس میابد حقیقتی در وجود او. این حقیقت در وجود او بدون اینکه این بتواند حواسش باشه و ارادی باشه، شروع میکنه به نزدیکترین صورتهایی که در خیال او موجوده متصور شدن، صورت گرفتن. و این وقتی از خواب بیدار میشه، وقتی تو خواب اون صورتها رو دیده بوده که خودش در حقیقت بدون اختیار اون صورتها رو داده بوده، خواب با صورت رو تعریف میکنه. بعد معبر چیکار میکنه؟ معبر میخواد از این صورتها به اون معنا عبور کند. عبور کردن معبر از این، لذا کار خیال صورت پردازی است. قوه مصوره تحت در حقیقت خیال قرار داره، قوه که از قوای عظیم وجود انسانی است که تمام هنر از قوه مصوره نشأت میگیرد و خیال، که اگر این خوب شناخته بشه، قواعدش خوب شناخته بشه، انسان تو نگاه در هنر میتواند قواعدی پیدا بکند که تو نظام تکوین محقق است. از نظام. حالا این بحث جدا میشه. پس بله، دیروز برای بعضی از دوستان عرض کردم که ببینید راه ایجاد محبت یک راه نیست. یعنی خدای تعالی راه رابطه محبتی ما رو با خودش از تمام راه‌های ممکن قرار داده و از تمام روابط ممکن قرار داده. از اونجایی که انسان رابطه با پدر و مادر، همسر و فرزند و اطرافیان و مؤمنین پیدا میشه، رابطه رو به گونه‌ای در احکام قرار داده که تقویت رابطه محبت در وجود انسان بشه و ولایت بشه، تا این آماده بشه برای چی؟ زدن وزنه محبت الهی. یعنی زدن وزنه محبت الهی بیواسطه محقق نمیشه، بلکه با همین نظام وجود محقق میشه. تو نگاه دیگر انسان وقتی اعضا و انسان وقتی اجزاء جهان رو میبیند، یه موقع منفصل میبینه اینها رو از هم دیگه، یه نگاه دیگری غیر از اون مرتبه، اون یه نگاه بود، نگاه دیگری است که اجزاء عالم رو یه موقع منفصل میبینه، یه موقع مرتبط میبینه. شما وقتی که دست و پا و اعضا و جوارح انسان هر کدام درد بگیره، انسان آیا احساس الم رو در تمام وجودش میکنه یا نمیکنه؟ احساس الم یک عضو به تمام وجود سرایت میکنه. اگر انسان نظام وجود رو یاد گرفت، عادت کرد، تمرین کرد بر اینکه یک حقیقت واحده ببیند، نگاه مجموعی به عالم و مرتبط دیدن عالم با هم دیگه و حقیقت امر واحد دیدن عالم، انسان رو نسبت به اجزای عالم محب می کند، چون توسعه داده خودش رو، خودش رو توسعه داده با این نگاه و همه رو مرتبط دیده. هر دردی رو در هر گوشه عالم درد خودش و هر لذتی رو در هر گوشه عالم لذت خودش می بینه. دقت می کنید؟ یعنی لذت و علمش به توسعه عالم، به گستره عالم گسترده می شه. این آماده میشه، این گستردگی برای زدن وزنه محبت الهیه، چون این توسعه من زدن وزنه محبت الهی رو به دنبال دارد. اعمالی که انسان به عنوان اطاعت پذیری و نهی پذیری برای انسان قرار داده شده، که ابتداعاً به عنوان تکلیف محقق میشه، وقتی که لطیفتر میشه، دقیقتر میشه، انسان شوق به انجام پیدا میکند. هر چقدر اعمال به سمت شوق به انجام در وجود انسان شکل بگیره و سوق پیدا بکند، این چون امر الهی است، هم رابطه محبت خدا با انسان شدیدتر میشه. اگر میگم رابطه محبت خدا با انسان شدیدتر میشه، نه انفعال در خدا راه دارد، یعنی این اوامر در وجود انسان هر کدام، هر انجام هر کدامش، اون اتحاد با اون مرتبه شوقه. و از این طرف از انسان هم وقتی تابع تر میشه، نزدیکتر میشه، مشابهت بیشتر میشه، مزاده کمتر میشه. هر چقدر مشابهت و سنخیت بیشتر بشه، محبت بیشتر میشه. ببین این سه راهش که الان عرض کردم و راههای دیگری تو نظام اخلاق هم همینجور، تو نظام معرفت هم همینجور. رابطه محبت رابطه سنخیته. حالا این سنخیت رو ببینید، از اگر انسان به عالم از دریچه چشم خدا نگاه کند، به عالم از دریچه، دریچه نداره اونجا، وا از دریچه هم غلطه، بگیم از چشم خدا نگاه کند به عالم. این تعبیر روایته، این تعبیر روایته که از چشم خدا به عالم اگر انسان نگاه بکند،
این نگاه انسان رو طوری دیگری قرار میده. اولائک ینظرون الی خلقی بن، اگر تعبیر رو درست کن تو حدیث معراج، ینظرون الی خلقی بن نظری الیهم، اینا نگاه میکنن به عالم خلق اما با نظر من نگاه میکنن به عالم خلق، به نظری الیهم، به نظر من به عالم خلق، از این از این چشم نگاه میکنن. خب این چشم نگاهی که ایجاد میکنه هم نگاه محبت آمیز به عالم خلقه و این تمرین باعث میشه که انسان چی بشه؟ محبت الهیه رو ظرفیت پیدا بکند. یعنی فعل الهی انسان رو به در حقیقت مرتبه صفت و مرتبه ذات و فناء صفتی و فناء ذاتی میکشاند. اینا راه‌های مختلف خیلی جای گسترش داره. انسان وقتی عالم رو خلق خدا بداند تا وقتی گسسته میبیند متفاوت نیست. انسان وقتی که عالم رو مرتبط و نازله حق ببیند، یعنی ببینه دائما این ارتباط هست تو همه اجزای عالم، تا وقتی اجزا رو گسسته از خدا ببیند محبت تفاوت نمیکنه. یعنی دایره ارتباط انسان محبت ایجاد میکند. هرچی شما تو دستورات دین برید جلو میرید، تمام دستورات اخلاقی، احکامی، معرفتی، تمامش در حقیقت چی هستش؟ تمامش ایجاد رابطه محبته. بعضی از بزرگان یه حرفی زدن، من فقط نقل میکنم، خلاصه به اصطلاح نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم که بعدن خلاصه این نقل خلاصه تیز نشه برای ما، درد سر آفرین نباشه. میفرمایند چطور در مورد ابتلاعات ما معتقدیم که انسان نباید طلب ابتلا بکند، چون طلب ابتلا کردن از خدا، بگه خدا به من این مشکل رو بده من تحمل میکنم، خدا فلان مصیبت رو به من بده من. اگر کسی از خدا مصیبت و ابتلایی رو خواست، این خودش یک نحوه گردن فرازی در مقابل خداست که بگه خدا بده من تحمل میکنم. نه، اما اگر ابتلا ایجاد شد، انسان صبور بودن و تحمل کردن کمال فوق کمالی است که ابتلاعات انسان رو رشد میده، ابتلاعات سبب کمال انسان میشه. اما چون ابتلا سبب کمال انسان میشه، میشه انسان بگه خدایا مرا مبتلا کن؟ نه، نمیشه گفت. در رابطه با عشق مجازی هم، عشق مجازی میتواند، دقت بکنید، میتواند انسان رو به سمت کمال در حقیقت و تلطیف سر سوق بدهد. اما آیا طلب عشق مجازی، این نقلها فقط دارم نقل میکنم که اون بزرگوار نقل کرد اینجوری فرموده، من دارم نقلم میکنم فقط، بیش از این نیست، نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم، که عشق مجازی میتواند سبب تلطیف سر انسان و انتقال به معنای بالاتر و آماده شدن برای بالاتر باشد، اما درخواست عشق مجازی و حرکت به سمت عشق مجازی به هیچ وجه در حقیقت پسندیده نیست، همچنان که تقاضای ابتلا به هیچ وجه پسندیده نیست. عمدن تشبیه رو هم ذکر کردم، چون عشق مجازی اینگونه نیست که مؤثر در این تلطیف باشد همیشه، چون ریزش های بسیاری محقق میشه، شاید ریزش اکثری محقق میشه تا در حقیقت رشد اقلیش که محقق میشه. لذا همچنان که در ابتلا اکثریتی تحمل و ابتلا رو ندارند و نعوذ بالله به کلمه غیر شاکرانه و غیر صبورانه مبتلا میشن و ممکنه از ربقه، حتی از ربقه ایمانی انسان رو خارج بکند و طلبش صحیح نیست و گردن فرازی است، طلب عشق مجازی هم که اکثریتی رو فرو میریزد و منحط میکند، طلب صحیح نیست. اما اگر در وادی عشق انسان ناخودآگاه واقع شد، بدون اختیار واقع شد، میتواند تلطیف سر رو داشته باشد، میتواند، نه حتما، میتواند موجب تلطیف سر و در حقیقت درک رابطه محبتی باشد. ببینید حدود کلام رو کاملا حفظ بکنید تا خدای نکرده آثار بحث، چون این مسئله از اون مسائل لب مرضیه، خطوط نارنجیه. یعنی خطوط نارنجی، چراغ نارنجی دیدید وقتی که انسان میخواد عبور بکنه هر لحظه خطر تصادف هست، هر لحظه ممکنه قرمز بشه دیگه، لذا نباید تو خطوط نارنجی انسان حرکت بکنه. ما هم حرکت نمی کنیم. اما این که شما سوال کردید، حالا اینم کار خوبی نبود در همین حدم جواب دادیم، ولی بالاخره در همین حدش، بالاخره این در خلاصه جلد هفتم اسفار
اونجا در حقیقت بحثش این کلام که عرض کردم از مرحوم آخوند نبود، البته در جلد هفتم اسفار اونجا ایشالله بحثش به صورت رسمی هست، به صورت رسمی، هرچند که اون قسمت بحث رو بعضیا نمیخونند. و حالا دیگه ببینید دیگه اون عرض کردم دیگه، چون انصراف الان تو اجتماع این گونه است باید خیلی با احتیاج جواب داد. من فرمایش شما رو قبول دارم و عشق و محبت هایی که دین توصیه کرده، مثل رابطه عشق به پدر و مادر، عشق به همسر، عشق به فرزند، عشق در حقیقت به مؤمنین که در حد عشق گاهی مطرح کرده، علاقه شدید محبت مطرح کرده، عشق به ولی که در یه حد عشق تامی وله و حیرت حتی مطرح شده، و خود عشق به خدای تعالی. منتها ما تو دایره خودمون اینها رو عشق مجازی نمیدانیم تو تعبیری که میکنیم. حالا یه قدری بحث داره این، البته نسبت به فرزند و همسر و پدر و مادر ممکنه عشق مجازی تعبیر بشه، اما اون عشق مجازی منصرف شده به چی؟ منصرف شده به این علاقه هایی که در حقیقت الان شما حالا منصرف شده دیگه، لذا باید خیلی با احتیاط در ذیلش حرف زد دیگه، خیلی احتیاط میخواد. خب اینو اقلا ما بحث فصل بعدی را هم امروز حاضر کرده بودیم که بخونیم، منتها اقلا دیگه این تمام شه. لذا میفرماید که و ان الکمال الذی یتعلق بواسطه تهل حب مختلف من حیث کونه ضروری ان او غیر ضروری و من حیث کونه مادی ان کتغذی او غیر مادی کل علم. همه اینها مختلف میشه، محبت اشتداد پیدا میکند، مادی باشه یا غیر مادی. مادی در حد بدن است، غیر مادی در حد وجود انسان است. دقت میکنید بعضی از کمالات ضروری و دائمی و دائمی است برای وجود انسان، بعضی کمالات موقت است. انسان برای گذر از یه مرتبه، انسان برای اینکه مثلا از اینجا بره تهران دنبال یک وسیله است، وسیله براش محبوبیت پیدا میکند، اما در این حد. نمیدونم، من مثال خوبیه که حالا برای که آدم انتقال پیدا بکنه، ما یه دفعه یه خونه ساختیم، وقتی خونه رو ساختیم مدتی نگذشت گفتن این تو طرحه، همین که گفتن این تو طرحه تازه ساخته بودیم دیگه، خیالمون راحت شد دیگه. حالا یه جاش مثلا نم کشید، گفتیم خب نم کشید دیگه، نم کشید، حالا اگه بخواد بعدا خراب شه، وقتی بخواد بعدا خراب شه، حالا اینم نم کشید، یه جاش مثلا یه مشکل، خب دیگه این وقتی تو دل نمیبنده، انسان دل نمیبنده، انسان محبتش به حدی. اما اگر میدونست که میخواد 60 سال، حالا ما معمولا آدم طویلم آرزوهاش هست، باور نمیکنیم که مردن برای ماست، میگیم مردن برای دیگرانه دیگه. اگر انسان برای خودش تصور بکنه 60 سال 70 سال تو این خونه میخواد زندگی بکنه، خب قطعا حالا نگاهش به این یه نگاه دقیق تریه. اگر بدون این خونه ابدیت تو این که ما اهل دنیا فکر میکنیم تو این جاهایی که هستیم ابدیت هم هستیم، یعنی 60 70 سال هم تازه تصور نمیکنیم، به نحو ابدی تصور میکنیم، این اگر بداند، خب محبتش به همین نسبت چی میشه؟ مضاعف میشه دیگه. لذا اگر میبینید شدت و ضعف های محبتی تو بعضی مسائل جزئی خیلی شدید میشه، دل رو به گونه ای پر میکند که دیگه امکان انفکاک ندارد. یه جوانی عاشق یه خانومی شده بود، بعد خلاصه خیلی دیگه هی شدت پیدا کرده بود، به طوری که بالاخره این خانوم هم منتظر بود این آقا بالاخره بیاد خواستگاریش، اون خانوم هم علاقه داشت این آقا بیاد خواستگاریش. اینم بنده خدا یه خورده به اصطلاح منگل بود، یعنی فکر میکرد علاقهش به این خانم علاقه خواهر برادریه. خلاصه بعدش این خانم هم هرچی پالس میفرستاد این متوجه نمیشد، بالاخره اون خانم هم برای اینکه این متوجه بشه به یه خواستگارش جواب مثبت داد که بیاد. این خواستگار رفت، دید این خواستگار اومد و رفتم، این متوجه نشد که خواستگار اومده رفته، به خواستگار جواب مثبت هم داد، که یعنی خلاصه اینا همه دارم که میگم این واقعه، و یعنی خانوم خودش برای من اینا رو گفت که به خواستگار هم جواب مثبت داد تا اینکه این متوجه بشه. اما نگو از این طرف این خواست به این خواستگار جواب مثبت داد، بازی که نیست، اینم یه جوان دیگری است، اینم دل بست و عاشق شد، حالا امر دائر شد بین دو عشق. اون جوان تازه متوجه شد، وقتی دید جواب، تا خواستگاری هنوز متوجه نشده بود، دید جواب مثبت به این یعنی نفی به او، دیگه حالا نفی رو احساس کرد، افتاد مریض شد. اینا تو دانشگاه بودن، مریض شد به طوری که انقدر شدت پیدا کرد
هیچی دیگه نمیخورد، مدت ها بیمارستان خوابید، بعد آوردنش دوباره تو اتاق خوابگاه دانشگاه، این سرم بهش ورس بود. من یه روز رفته بودم بالا سرش، داشتم با این به اصطلاح قاشق سوپ بهش نمیخورد، با سوپ یواش یواش. بعد این بنده خدا گفت، گفت حاج آقا نمیشه از عشق کسی بمیره. گفتم خب چرا میشه، از عشق میشه بمیره، اما کو در حقیقت این احتمال که شاید، حالا منم به حساب همین جوری میگیم، نه اینکه حالا محاسبه کرده باشیم، گفتم یک در یک میلیون ممکنه از یک میلیون عاشق یکی هم بمیره. گفت حاج آقا من همون یکی هم. گفت حاج آقا من همون یکی هم که یک در یک میلیون اگر بمیره من همون یکی هم. این من بهش گفتم این خط، این نشون که تو نمیمیری. حالا ما هم بالاخره واسه امید بهش بدیم دیگه. گفتم این خط تو، این نشون که تو نمیمیری. مدتی نگذشت بعد از اینکه این جریان علاقه این به او 5 سال طول کشیده بودا، یه روز و دو روز هم نبودا، اما این شدتش مال اون 5-6 ماهی بود که این مسئله پیش آمده بود. مدتی نگذشت، اون خانم هم مریض شد، افتاد، اون تو خوابگاه خواهرها افتاده بود، این تو خوابگاه آقایون افتاده بود، هر دو افتاده بودن. اونم مونده بود چه کنه، جواب داده، پدر و مادرش خلاصه پدر نداشت، مادرش هم خلاصه و بقیه برادراش برای این تو مسئله همه حساب کتاب کردن. تو هیچی، مدتی طول نکشید که اون پسر سومم اومد، سومیم با من صحبت کرد، اونم استاد دانشگاه بود، اونم شخصیت خیلی، اونم دلبست. بالاخره اون خانم با اون آقا ازدواج کرد، با اون آقا دومی ازدواج کرد و این آقا هم یه چند روز مریض شد، بعد 3 ماه با یکی دیگه ازدواج کرد، نه مرد و نه چیزی شد. 3 ماه بعدش هم، یعنی دوران نقاهت هم خیلی طولانی نشد، اینقدر خلاصه طول نکشید که خیلی مدتی خودش از من مخفی میکرد که این خط و نشون من رو نبینه. بالاخره یه روز دیدمش، حال احوالش رو پرسیدم و دیگه به روش نیوردم که بالاخره. حالا میخوام چیز از کجا رفتیم به اینجا؟ آره این تلطیف سر میاره، تلطیف سر میاره، منتها تقاضا نمیشه کرد. میفرماید که اینم بالاخره و بهی از هر بطلان القول به اختصاص بالمادیات، اگر کسی بگه که محبت فقط در دایره مادیاته، این بطلان قول آشکاره. حتی بعضی ذکر کردن که اصل محبت قضاست و غیرش و غیره غیر قضا، یعنی اینه که داریم میگیم قائل داره اینها، گفتن اصل محبت محبت قضاست، بقیه محبت ها برگشت کنه به محبت قضا، و غیر محبت قضا ینحل، یعنی معلوم میشه که این از شکمش حتی به زیر شکم کشیده نشده، یعنی همه چیزو در حد شکم میبیند. خیلی سخته ها، یعنی این در حد یه حیوان هم شعور نداره، در حد یه گیاهه. چون میدونید که قضا رو اگر یادتون باشه عرض کردم که قضا در حقیقت در حد نباته، اگر کسی همه رو برمیگردونه به نبات یعنی چی؟ یعنی در حد یه قاضیه فقط نگاه میکند. همه چیزو خوردنی اگر بود خوبه، اگر نگاهش به همه چیز به دفع خوردنیه در همین حد. بله اصله و غیره ینحل و ذکر آخرون ان الاصل فی بابهی، بعضیا گفتن نه حب بقائه، به این برمیگردونن همه رو، و غیره راجعون الیه، و ثالثا ان الله سبحانه اهل للحب، این به نتیجه سوم که ان الله سبحانه اهل للحب به ای جهت فرزت، همون استدلالی که تو اول ذکر کردیم برهان، که اگر حب ذات داشته باشد مییابد که خدا بین او و ذاتش حائل است، خدا بین او و ذاتش، ان الله یحول بین المرء و قلبه، چون خودشو دوست داره خودخواهی اقتضا میکند که خدا رو هم دوست داشته باشه. چرا؟ چون ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اگر خدا رو از یاد ببره خودش رو از یاد برده، چون خودش رو نمیخواد از یاد ببرد و این رو در حقیقت خلاف حب ذاته، پس یاد خدا یاد خودشه. من عرف نفسه عرف ربه، لذا اینجا میفرماید که ان الله سبحانه اهل للحب به ای جهت فرزت، فانه تعالی فی نفسه، از اون دلیل دوم، فی نفسه موجود ذو کمال، خدای تعالی صاحب کمال، اونم همه کمالات، اونم به نحو غیر متناهی، ذو کمال غیر متناه، و ای کمال فرز غیره فهو متناه، این دلیل سوم، ای کمال غیره فرز، هر کمال دیگری که فرض بشود غیر از او متناهی است و هر متناهی به نامتناهی محتاج است، چون شأن اوست، ظهور اوست. اینجوری نیست که یه نامتناهی اونور باشه یه متناهی هم اینور، خب راه فرض نداره. نامتناهی یعنی هیچ جهت احاطه او خارج نیست، همه میشن شأن او. پس هر متناهی و ای کمال فرز غیره فهو متناه، و المتناهی متعلق الوجود به غیر المتناهی، و هاذا حب ذاتی مستحیل الارتفاع، این حب ذاته و ارتفاعش هم محال است،
چون خودش رو دوست داره، محبت خدا ببینید چقدر دلیل دقیق و زیباست، و هازا حب ذاتی مستحیل الارتفاع، محال است که اصلا این برداشته بشود، ممکنه توجه بهش نشده باشه، غفلت ازش امکان پذیره، اما برداشتنی نیست. یه کسی بگه من نمیخوام امکان پذیر نیست. هیچ کسی نیست که کمال رو نپسندد، کمال رو نخواهد. حتی اگر یه کمالی رو نفی میکند، یه کمال دیگری رو کمال دیده، حتی ممکنه غلط اشتباه او رو کمال دیده، این کمال واقعی رو چکار میکند؟ نفی میکند. هازا حب ذاتی مستحیل الارتفاع و هو تعالی خالق لنا، خدا خالق ماست، منعم علینا به نعم غیر متناهیت العده والمده، عده یعنی عدد، مده یعنی زمان و دوام، غیر متناهیت العده والمده، فنحبه کما نحب کل منعم لانعامه، منعم لانعام، هر چیزی که منعم شده به اون لانعام، کل فنحب کما نحب کل منعم لانعام، هر منعمی رو انسان دوست دارد به خاطر انعامی که به او کرده، همون احسان محسن که عرض کردم، از راه احسان. رابعا ان الحب لما کانت رابطه وجودیه و روابط الوجودیه غیر خارجه الوجود ان وجود موضوعها، اینم یه نکته زیبا و نتیجه دقیقی است که میفرماید از این از طرف محب بود به محبوب، حالا از طرف محبوب به محب، چون محب فعل محبوب است، ما وجود رو از خدا پذیرفتیم، یعنی قبول وجود شده در ما، قبول انعام خدا شده، کمالات وجود رو به ما داده، قبول هدایت در وجود ما محقق شده، چون همه اینها رو پذیرفتیم و اینا همه فعل خداست، به هر مقداری که انسان قبول میکند اون فیوزات الهی و افعال الهی را و خودش هم فعل الهی است، خدا فعلش رو دوست دارد و تمام اون فیوزات فعلش رو هم دوست دارد. هر چقدر انسان در قبولش نسبت به فیض الهی و نعمتهای الهی قوی تر بشه، از نعمت وجود به نعمت کمال وجود به نعمت اون هدایت وجودی، دقیقا هدایت وجودی در مؤمن، به نعمت هدایت وجودی، محبت خدا نسبت به فعلش اشد میشه، سببهای مختلف برای محبت محقق میشود. لذا همچنان که ما او را دوست داریم چون منعم است، چون اصل ذات ما قائم به اوست، او ما را دوست دارد چون فعل او هستیم. همین نسبت تو نظام انسان کامل که سبب متصل محقق میشه. ان الحب لما کانت رابطه وجودیه و روابط الوجودیه غیر خارجه الوجود ان وجود موضوعها، رابطه نمیتونه ربط مندک که در طرفینشه و چون نمیتونه از موضوعش خارج باشه، از ذاتش خارج باشه، و من تنزلاته، از تنزلات اوست این ربط، این ربطیت و این محبت، این در حقیقت رابطه ما از تنزلات وجودی اوست. انت جزالک ان کل من تنزلات، یعنی من افعاله، انت جزالک ان کل شیء فهو، هر چیزی یحب ذاته و قد مر، میگه این قبلا هم این مقدمه رو گفتیم که هر شیء یحب ذاته و قد مر انه یحب ما یتعلق بما یحب فیحب آثار وجوده، آثار وجودش هم دوست داره، و من هنا یظهر ان الله سبحانه یحب خلقه لحب ذاته، چون خدا خودش رو دوست دارد و حب ذات در خدای تعالی اتم حب است، اتم حب در حب خدا به خداست، حب خدا نسبت به خودش، حب ذات، که اینو ابن سینا هم میگه و خیلی بحث دقیقی است که اول و مبتهج به ذات خداست، ابتهاج، بالاترین ابتهاج در خدای تعالی محقق است، چون در حقیقت یحب خلقه، چون خودش رو دوست دارد، فیحب آثار وجودهی، آثار وجودش رو هم دوست دارد، و من هنا یظهر ان الله سبحانه یحب خلقه لحب ذاته، خیلی تعبیر زیبا میشه ها، این نگاه هست که محبت الهی رو در دل آدم جا میده که او چقدر ما رو دوست دارد. اون روایت شریف که میگه عبدی به حقی علیک احبک انی احبک، من تو رو دوست دارم، فبه حقی علیک احبنی، من رو دوست داشته باش، نظیر به اینه که به حق تو بر من که من تو را دوست دارم، انی احبک حدیث قدسیه، پس به حق من بر تو مرا دوست داشته باش. یا اونجا که میفرماد وا شوقا، اونجا میفرماد خیلی تعبیره، وا شوقا الی لقاء عبدی، چقدر من بنده، اونم بندگان چی؟ بندگانی که داره میگه اون کسانی که پشت کردن، الی المدبرین عنی، کسانی که پشت کردن به من،
و شوقا الى اون کسانی که مدبرین انی، اگر می دانستن اون کسانی که پشت کردن لو علم المدبرین انی مدبرون، یا لو علم المدبرین مدبرون انی کیف اشتیاقی لهم، چقدر من مشتاق لقاء و دیدن اونها هستم، میگه اجزایشون قطعه قطعه میشد، منفصل میشد تمام اعضای وجودیشون از بس من محب و مشتاق. خب اگر کسی رو به او داشته باشد، او میگه لو علم المدبرون، اونایی که پشت کردن اگر این بدانن من چه اشتیاقی دارم حالشون این گونه میشد. اگر اینها پشت کرده ها نباشن بلکه کسان، خب محبت شدیدتر میشه، عشق رابطه اش بیشتر. و یحب خلقه لقبولهم انعامه علیهم و یحب خلقه لقبولهم هدایته، که اینها اسباب محبت میشه هر کدام. بله. در پنجم میگه که علم به علم در محبت شرط نیست که در انسان هست، لذا محبت در تمام عالم سرایت دارد، همه عالم نسبت به خدای تعالی محبت دارند و حب در تمام عالم. علم به علم خصوصیت مصداق و رابطه مرتبه انسانی و بعضی از مراتب دیگه است. در ششم میفرماید که حب حقیقتون ساریتون فی جمیع الموجودات، همه موجودات محبت درشون سرایان دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.